چه چه دیدن ها؟ امروز بارو میاد؟ دیروز هم گفتی نیومد ها؟ سلام. اومده؟ آره فکر کنم دیده صندلیشو برداشتیم رفته صندلی بیاره. سلام. های رانما باز این آقای کلامپور میاد شما رو میبینه یه چیزی میگه. به شما که نمیگه، به من میگه. زنی میکنه بین مدافعای تیم گرانادا مسی برشالا کلی مهمون میاد برو هم بازار میفه و شیمی آشید بخر بیا فهمیدین اسفناج رو هم پختین از بله حتما خورد شده یا نه من رو خوردش میکنم خودشو نگه داره ضرر رو اعصابشه گناه بکنه قیامتش آتش بگیره یا دنیاش آتش زنی یا آخرش با سلام بله خودم هستم لطف کردین تماس گرفتین بله بله اگه واجب نبود که مزاحم نمی شدم بله 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 اون موقع لکنت داشتم درسته فوان زندگی میکنه همینجا موندم دیگه نه چه خبری نه خبری ندارم برای همین مزاحم شدم مخواستم ببینم شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین آدرسم باشه خوبه آدرسم باشه خوبه من خودم میگردم پیداش میکنم خب از اون موقع رفتن تهران زمان جنگ رفتن دیگه اطلاعی ندارم دیگه خبری ندارم شما برش پیش آمدید چیزی اتفاق نیفتاده
خب اجازه بدیم من برم شو برم خودکار بیارم. اجازه بدید خودکار بیارم. سلام علیک بفرمی منزل آقا خسرو اینجاست بفرمی هستند کی؟ آقا خسرو وقتشی؟ کی؟ هیچی نیلوفر نیلوفر خانم بیا وقتی شوهرت اومده کی؟ شوهرت خونه هست؟ میاد کی آقا اسماعیل؟ دوستشم میگه دوستشم کدوم دوستشه؟ دوست قدیمشم 30 سال پیش 30 سال پیش که این 10-12 سالی شده بچه باز بودی اون موقع؟ همسن منه آدرس مالی کیه؟ 7-8 سال پیش بابا 7-8 سال پیش که اینا 2 سال اومدن اینجا 4 سال هم از ما اینجا فامیلی چیه؟ دوانی خسرو دوانی با
فامیلی شوهر چیه؟ فامیلاشو نمیشناسم. فامیلی خودش، فامیلیش. نمیدونم. هزار تا فامیلی داره. بمون الانو پیداش میشه. بفرما تو. ممنونم. اومدی در بزنو. خیلی ممنون. ببخشید این پایین این خیابان هتلی هست؟ آقا جلال حاج آقا هتل میخواد. چقدی؟ از بالا تا پایین رو نگاه کردم. قیمتای ذره گرونه. قیمت مناسبی باشه. اینجا هتل زیاده. بگردی پیدا میشه. حاج آقا موبایل بیرون. موبایل بیرون. الو سلام قربان. سلام آقا سعید، حال شما خوبه؟ من آدرس رو پیدا کردم اما به نه کسیشون نمیشناخت، برای اینکه همه مستأجر بودن. بله درسته. میگم اون موقع ایشون شغلشون چی بود؟ درست 7-8 سال پیش. بعد عذر میخوام، اون موقع ازدواج کرده بود آقا سعید. آقا جانم سلام. اتاق میخوام. بله تنها هستین؟ بله. چند شب؟ فعلا برای امشب. بله کارشناسی امرتون هست؟ شبیه چند میخواد؟ 47500 تومن اتاقای تک نفرم. آب گرم دارین؟
بله، برای چای؟ برای حمام. بله، حمام، تلویزیون، تلفن شهری و صبحانه با اتاق. متأهل یا مجرد؟ مجرد هستم. بله. چند تا توریست داری؟ سلام علیکم. علیکم سلام. دو نفر. پاسپورت هاشون رو بده. بله. اونا سه تن که؟ یه نفرشون مترجمشونه، شامشو بخوره میره. خوب هم حرف میزنه. بله. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر قربان. حالا مثلا اگه یه دختر مجرد توی هتل باشه چی میشه؟ ساعت تخلیه اتاق ما هم 12. چی پرسید؟ گفتم مترجمشونی، شما تو بخوری میری. موقع برو تو اتاق دیگه. اصلا برم تنها تو دارم چی کار؟ اینجا رو امضا کنه بابا. آقا بفرمایید داخل. خیلی خوش آمدین. بیان پیلی اتاق شما. متشکرم. Thank you.
کاری داشتین؟ شما اینجا کار میکنین؟ نه ولی میتونم کمکتون کنم. چه کمکی؟ چی میخواستی؟ مادم دنبال پشه کش. پشه کش؟ آره اینجا خیلی پشه داره. نمیشه خوابی. اون آقا نیستن؟ نه اون آقا خوابن. کاوه پشه کش داری؟ پشه کش کجا؟ پشه کش اونجا. پشه کش اسپری باش پشه میکشن. اسپری کش فهم برجمه برو بگی بخواب. الو سلام. بله میدونم. باشه ولی ساعت چنده اونجا؟ نه ساعت چنده اونجا؟ اینجا نصف شبه. آره نصف شبه. یعنی همه کلینیک رو بیدار کردیم. ای بابا صد بار بهت گفتم که ماما نمیام. دیوونم کردی بس دیگه. آره نه خبری ازش ندارم. ول کن خدافظ. این چیه؟ پشه کش. یکم چندشه ولی کار میکنه. دو خبر دیگر، تلفات حوادث رانندگی در 9 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66 گردنتون چی شده؟ نمیدونم. انگار دیشب بد خوابیدم. بیاین یه دونه از اینا بخورین خوب میشه. دستتون درد نکنه. من قرص نمیخورم. خوبه براتون ها؟ نه من هیچ وقت نمیخورم. شما میایین دایی منشین؟ نه
وایسا. از اینجا چجوری باید برم پامنار؟ پامنار از اینجا اتوبوس خور نیست. با پای پیاده میتونی بری. فوقش نیم ساعت سیر. از کجا باید برم؟ با آقاکاوا میگم آدرس چه برای نقاشیش بکشه. اگه بخواییم خودم میبرم بهتون. فقط یه نصف روز داری میشه. نه من کار دارم. کار سختی نیست دا؟ خانم من بلد نیستم. رکعت 57. بهش نگه آدرس من گرفتیم. نه گفتم که طلبکار نیست. حالا حواست باشه. به من اصلا ربطی هم نداره. طلبکاری بده کاری به من چه مربوطه. بابا خسروه. بابا خسروه ماه ها. خسروه شما نیست. حواست باشه. نماز قبلت قضا بخونه. مالا مرده مردم مرده اینو. اگه یه وقت پدر مادرتان نماز قبلت قضا میخواد بگو من بگم به این چه خونه. از نشسته راهنه دیگه. خرجش کفاف نمیده. از این کار رو انجام میده. ارزونم میگیره. رکعت 200 تومن. ممنونم. قربون تو. از کدوم ور باید برم؟ مستقیم میری سمت راستت. خیابون نیکپور. میری تو خیابون نیکپور. حموم حاج محمدی. محمودی. سلام آقا. سلام. آقای محمودی کار داشتم. 20 دقیقه نیم ساعت بشین میادش. چیکارش داری؟ از شهرستان اومدم یک آدرس رو ازشون میخواستم. برو نمره 8 رو بزن جواب میده. چی شده؟ با آقای محمودی کار داشتم. نمره بگه الان میام. ممکنه چند لحظه تشریف بیارین دم در؟ این نوبت عمود اومدی میخوای روز و ساعت شما پسر رو بگو میمیسه. نه حاج آقا یه آدرسی میخواستم. واجبه. سلام. بیا تو دره برم. کی بوده؟ گفتن 7-8 سال پیش خونه پامنارتون. خسرو دوانی. ها یادم اومد. برو بیرون الان میام. فقط میخواستم بدونم برو میام. زنده است؟ یه امانتیش پیش من هم. 7 سال پیش که مامورا ریختن خودش رو گرفتن و داروهاشو بردن. قطعه یک کارتون وسایل شخصیش موند. 3 سال پیش که اومد کل خونه رو اجاره بکنه بهش گفتم وسایلت مونده. گفت میام میبرمش. اما رفت و دیگه نیومد. حاجی ناهار. میام. اون وقتا زن داشت؟ خدا. اون امانتی الان کجاست؟
ببخشید از کجا میتونم چای بگیرم؟ جان چایی که ساعت 11 شب به بعد نداریم قربان. اما هنوز 5 دقیقه مونده به 11. بله تشریف داشته باشیم براتون میارم. باشه ذره کم رنگتر میریختیم. میخواین عوض کنم؟ نه 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 خیلی ممنونم. قند توی اتاقات میست. الو سلام. بله صبح شما هم کاوه کیه؟ آها خب چرا؟ اما مگر ننوشتین تا ساعت 10 صبح؟ آخو ما گفتیم یه شیر نسکافه هم در جوار شما بخوریم. خدمت شما تشکرم. خواهش میکنم. آقا چی کار میکنیم؟ میرین؟ ایشون برای همین میخواستن دایشون بشن؟ نه اون که برای یه قضیه دیگه ای میگم. ما الان گیر امروزشیم. باور کنید از سر ناچاریه وگرنه اصلا به شما رو نمیداختم. اینجا فک و فامیلی نداره. نه داره. یه مادر بزرگ داره که اون اصلا نباید متوجه بشه. بعد دیگه منم که بیکی از و کاردار از اون. باور کنید نیم ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره ها. میرید اونجا میگید داییش دونم ولش میکنن. این کارچنسش هم اینجاست. اگه خواستید بهتون میدم. میرین؟ جرمشون چیه؟ جرم همون چیزی که بهتون گفتم. گفتم مشکل بد حجابی و اینا. باور کنید اینا اس ام اسش. من خودم رو 10 بار گرفتن. یه کسایی به اسم بابا اومدن درم آوردن. البته مورد من بد حجابی نبوده. ولی خب دیگه اصلا قضیه اینقدام جدی نیستا. اینا یه کسایی رو میگیرن برای اینکه بگن ما هستیم همین. ببینین شاید یه عده از دردسر خوششون بیاد. من وقت در سر ندارم. یا هر جور راحت. اسمشون چیه؟ میشه اینا از تو گوشه من دراریم؟ گیر کردم بابام زدم.
پدر مهسا اقبالی. منم دایشون هستم. بیا اینجا آقا. خانم شما بفر بگیر. شما پدرشین؟ من داییشون هستم. برو این جریمه رو پرداخت کن قرضشو بیار اینجا. بیرون برم بانک بدم؟ نه خیر آقا جان، اتاق بغل واحد جریمه. میرین هتل؟ نه، میرم دنبال کارام. خب چرا شما اومدین دنبال؟ اون آقا تو هتل گفتن بزرگترتون نیست، گرفتنتون، از من خواستم من بیام. آره پدر مادرم نیستن، شهرستان. مرسی که جریمه مو دادینا. زدنتون؟ اینا؟ نه بابا. یه موتوری اومد کیفمو بزنه. افتادم زمین. بچه هم که پولم زد رفت. برای همین گرفتنتون؟ نه بعدش تو میدون انقلاب گیر دادم به کلم. کلا سرم بود. خب چه شد؟ چی؟ جریمه. الان ندارم ولی میدم. از یه جای طلبکارم 2 میلیون. ویزیتورشون بودم. حالا زورم نرسیده بگیرم ولی حالا امروز هر جوری شده میرم میگیرم. میارم هتل میدم بهت. عجله نیست. اونم همش همینه میگه. چه عجله یه خانم. نه ما علافم کرد. پس من میرم. منو چهری. پول نداریم که. خیلی کار دارین ولی میتونین با هم بیاین؟ نمیخوام تنها برم. خب فرمودین که داییتون مامور دادگستری هست نه؟ بله. ما خیلی مخلصیم جناب رهنما. من نمیدونم خانم اقبالی به شما چی گفتن شما رو کشوندن آوردن اینجا، ولی شما خودتون که تو جریانین میدونین وضعیت ارز و بازار دلار چجوریه. سوبسیتا رو قطع میکنن، از اون طرف تحریما، همه چی شده قوز بالا قوز. به خانم اقبالی گفتم ما یه پروژه داشتیم همین 4 ماه پیش تو اربیل عراق، یه ساختمون 35 طبقه، پس پسش بر نیومدیم، کردیمش 18 طبقه، نشد، خوابوندیمش. حالا هر روز پیمانکارش داره اونجا زنگ میزنه میگه حقوق کارمندا عقب افتاده. 2 میلیون چیزی نیست خانم، ولی شما حساب کن 500 تا از این 2 میلیون ها، وقت چی میشه؟ نه خیر، بگیم 5 دقیقه دیگه خودم زنگ میزنم. اما ایشون به پولشون زودتر احتیاج دارن. اما متاسفانه هیچ کمکی الان نمیتونم بهتون بکنم، ولی باشه سعی میکنم یه جوری جورش کنم. یه خود مهلت بدین. امر دیگه ای ندارین؟ بهتری؟ شما رو هم گرفتم به کاراتون نرسیدین. گشنتون نیست؟ چرا؟ بریم هتل چیزی میخوریم. رحیم آقا سفارش نداشته باشه خسته درست نمی کنه. باید بریم بیرون. خب
وسایل رو میخریم میریم هتل، خودم یه چیزی درست میکنم. آنچه دوست صمیمیه که 30 سال ندیدیش. پیش میاد. کسی دیگه هم سراغی ازش نداره؟ چرا، پسر داییش، اما اونم 7-8 ساله که ازش خبر نداره. چون محبوب این دوسته. یه دقیقه مادر بزرگم میشه جواب بدیم؟ بگیم دکترم این حالم داره خوب میشه، همین روزا برمیگردم خونه، الان تو حیاتم. الو الو قد شد هیچ کار نداره، خودم بعدم میگم. خب تعجب نکن، دروغ گفتم، از شهرستان نیومدم. از کجا اومدی؟ از کلینیک روانی. قرار بود یک ماه بستری باشم، طاقت نیاوردم زدم بیرون. حال بیخیال. ببخش امروز نتونستم پولتو بگیرم. مهم نیست، سعیمونی که کردیم. حالا زودتر بریم هتل غذا بخوریم. اگه تو هتل اجازه بدن غذا درست بکنیم. آره چرا ندن؟ انشالله که بازم مهمان ما باشین. بارم شما. ای کی داری اومدی؟ چه خبر؟ هیچی، چیکار میکنن؟ جریمه. چقدر؟ مهم نیست. حالا اونجا میری چیکار؟ خوش نمونه، نهار نخوردی. سلام. رحیم آقا رفته آشپزخونه تعطیله ها. آقای راهنما میخواد غذا درست کنه. غذای شمالی با همه مخلفاتش. همه مخلفاتش. اونجا هر چی کم بشه رحیم آقا فردا گزارش میده به مدیریت. خودمون همه چی خریدیم بابا. فکر کردم شاید اینجا غذا درست کردن درست نباشه. آقای راهنما بیاد. بله همین. بسی کیارش زنگ نزد؟ نه بابا، تا هم خوشحال بیا. البته این دست باخت من نیست، این سر دستیه. حالا اشکال نداره، شاید دفعه بعد. حقش بود به کابه نمیدادی من قرقر کرد. درست میاد. کابه یکی از دوستای قدیمیمه. تو دانشگاه من بی پول بودم، این بدتی پیش که با من دوست نمیشد، مجبور شدیم با هم دوست شیم. دوست معمولیه. حالا من فکر میکردم که من بی پولم این بدتیپه. ولی آقا بزودی میرم. کجا انشالله؟ میرم مریخ به امید خدا. مریخ؟ اسم نویسی کردن تو اینترنت برای رفتن به کره مریخ، کامم اسم نویسی کردم. بری چی کار کنه؟ همین کاری که اینجا نمیتونم بکنم. مثلا چی کاری؟ مثلا زندگی. تا آخر عمرش باید اونجا بمونه. تا آخر عمر؟ شرطش اینه که تا آخر عمر بمونه. نمیتونه زن بگیره، نه بچه دارش. مگه میشه؟ من هم نمیگم. کار نشد نداریم. شما خودتون ازدواج کردین؟ نه. پس بیان بریم. قرار کی بریم؟ 10 سال دیگه. طوری صحبت کردیم فکر کردم فردا صبح میریم. ولی وقت دینی فقط کاوه؟ نه، فکر کن 38 سالگی تازه خونه دار میشم، خیلی هم خوبه. با آرهیم، آرهیم بفرما.
آشپز جدید آوردی؟ نه آقا، آشپز جدید چیه؟ آقا راهنما از خودمونه، همه اینا رو خودش زحمت کشیده. بفرما، بگشم مرا؟ دستتون درد نکنه. بعدم میام بخور. خب، راهنما، شما خود بگو. چی بگم؟ برای چی اومدین تهران؟ اومدم دنبال دوست قدیمیشون. اه کی؟ فامیلش چی بود؟ خسرو دوانی. کجا این برا؟ تا 7-8 سال پیش خبر دارم توی ناصر خسرو دارو فروشی میکرد. الان نمیدونم کجا باید دنبالش بگردم. خواهد اینو بلکنی رفت فیسبوک. خود شب تا صبح اینترنتی. من کار علمی میکنم. آره. اونجا دوتا خسرو دوانی هست. یکیش اینه؟ نه این نیست. یکی دیگه شون اینم نیست؟ فکر نمی کنم، نه. یکی اصلا ایران نیست، میتونه همون یکی باشه، عکس نداره، ولی هزار تا هم دوست داره. هزار تا دوست؟ حالا شاید اونم نباشه، ما چون دوستش نیستیم نمیتونیم همه مشخصاتشو ببینیم. مگه هزار تا دوست میشه؟ بله، اینا مجازی هم، واقعی نیستن که. واقعی هم، ولی نمیتونی ببینیشون. اگه گور به گور هم بشه، یکیشون نمیاد سراغه. حالا دوستای واقعیت میان سراغه؟ نه، اینا نیستن اصلا. مگه اونم همون ناصر خسرو طرف داروفروشا باید دنبالش بگردیم. ماشین آقا رحیم رو میتونیم بگیریم؟ ماشین. دختری بود توی کوچه ما، تای کوچه ما. خونه خسروینا یه جای دیگه بود، خیلی دور، ولی هر روز توی کوچه ما بود. اولا فکر میکردم برای خاطر منه، بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختره است. اونقدر دوستش داشت که جرأت نمیکرد بره بهش بگه. بعدش که رفت سربازی، چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم. منم ندادم، به جاش خودم جوابش رو از طرف اون مینوشتم میفرستادم. چند تا نوشتم، ولی وقتی دیدم کار داره بالا میگیره دیگه ننوشتم. یعنی از جانب دختر ننوشتم، از طرف خودم نوشتم که اون هفته دیگه عروسیشه. میدونستم تو اون موقعیت چقدر داغون میشه، ولی کار دیگه نمیشد کرد. چرا؟ مناسب خسرو نبود. بعد از هم که سربازی برگشت دیگه خودش فهمیده بود همه چیز رو. جای دختری چی می نوشتی بر خسرو؟ آره نم، فایده نداره. 7-8 سال پیش واسه این آدم ها یعنی خیلی قدیم ها. میانگین عمرشون اینا اینجا 3 سال. یا ترقی میکنن میرن توی تجارت دیگه، یا اینکه معتاد همین دوا داروها میشن میرن. کجا میرن؟ میرن تو جو میرن. اینجا هیچکی 30 سال پیش خودش یادش نمیاد، چه برسه بگیم. کاوه راست میگه، اعتمادی هم خودش از همینجا شروع کرده. میخواییم فردا بریم پیشش ازش بپرسیم؟ بله، اونا رو فرستادم. کسیاتون اونا هم به محض اینکه به دستم برسه براتون میفرستم. فردا فیلر رو برام میرسه، یه دونه واسه کنار بذارم.
اونم نوشتم. بله بله. سلام. سلام. آقای فرهادیه. سفارششون رسیده؟ رسیده. ببینید اگه کم و کسری دارن واسه شون میفرستی. میفرستیم براتون. بله. خداحافظ. چک اینا رو داری؟ دنبال چک نیومدی. داریم دنبال یه دوستشه. گفتم شاید شما بشناسی. من از کجا باید بشناسم؟ اونم قبلا تو کار دارو بوده. بدهکاره؟ نه خیر. چی شو؟ باید ماهواره تو رو بندازیم. چی؟ میگو از تو ماهواره رو باید پیداش کنین. دیشو رسیورت کجاست؟ من ندارم پول جریمه بدم ها. من دارم میدم. اعتمادی چکم رو دارم. باریکلا. دو میلیون چک گرفتن همشون میخواد بده جریمه. حالا اگه گرفتن دیگه. بابا مگه هتل همشون ماهواره ندارن؟ اونا هتل حسابی هن. نمیسته ما که یه ستارمون هم از همون گرفتن. هزارخانی بفهمه من کجا بگردم دنبال کار. کار تو رو خدا فقط یه ساعت. بابا اینجوری نمیگه این دستگاه ها میخواه. گر نزن کاوه تو میتونی. آره دیگه کاوه میتونه خر بشه. آفرین کاوه. آقا کاوه بیام کمکتون؟ نه دایی جان. کمکی نیستش که. ما چشه امیدمون به چند تا فرکانس فکستنیه که خوش از بین این پارازیت ها با ما برسه. ضرر نداره این همه قرص میخوری؟ نه نمیدونم نخورم خول میشه. چرا با مادر بزرگت حرف نزدی؟ عزیز فکر بوده من هنوز کلینیکم. منتظرم یک ماه که تموم شه برگردم پیشش. مدارک و لوازم هم هنوز تو کلینیکه. خب پدر مادرتون کجان؟ تو باغچه. من همجوری تنهایی راحتم. خب یعنی دوستی آشنایی؟ دوستام همه درگیرن. وقت ندارم. تو چی؟ من اینجا فقط خسرو دارم. فکر میکردم آدم ها سنشون که میره بالا دیگه دور رو برشون خالی نمیمونه. همینطور نیستم. تو به سن سال من برسی دور رو برت حسابی شلوغه. اگرف لام از مگه نمایندگی ایران با ایشون نیست؟ نه الو الو قطع کرد. قطع میکنه. قطع میکنه دیگه. شما وقتی میگه با مدیریت کار دارن یعنی چی؟ یعنی که شکایت دارین. میترسن دیگه. مخصوصا اینا که همه کارشون خلافه. بده من اون ماس پاسه کن. بده یه شماره بگم. شماره سه تا مونده. کنوش بگم؟ هیچ فرقی نمیکنه. اعتمادی که همه شون یکی. آخری رو بگیر. آخری رو میگیریم. این چی؟ دو و سه. 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 الو سلام علیکم. خسته نباشین. انشالله لاغور هستش. خسته نباشین. من میخواستم با بخش بازرگانی صحبت بکنم. بله؟ برای گرفتن نمایندگی سوریه، سودان، ارمنستان. بفرمایید که امیر کاوه کیمنش هستم. سردار کیمنش. بله بفرم. مدیریت رو مستقیم. بله آقای دوانی هستن هنوز مدیریت اونجا دیگه. جان 82 ایران. بله
نه عرض کردم میگم آقای دوانی هنوز مدیریت اونجا هستن. بله ایران هم هستن. عرض کردم ایران هستن. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خانم معذرت میخوام، آدرستون هنوز همون آدرس یه لحظه اجازه به من بدید. بفهمین؟ بله بله بله. خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید خانم. انشاءالله که خودتون رو از نزدیک ملاقات کنیم. بسیار عالی. در پناه خدا باشین. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. ایران هستن. تا 3-4 ساعت دیگه هم زنگ میزنن. پیدا شد. اما خودم میخوام بهش زنگ بزنم. چرا الان دایی خودت میخوای یه دقیقه صبر کن. چرا میخوای خودت زنگ بزنی؟ قرار زنگ زنی شمارت میفته خانم منشی میبینه که ما اینجا زنگ زدیم. که آخه بگم چی؟ بگم بهش کلک زدیم. چه کلکی؟ بذار زنگ بزن. میخوام خودش به من زنگ بزنه. خودش زنگ بزن. ما سه تا کشور پیشکش کردیم که اینو خودشون زنگ بزنن. حالا هر جور سلام میدونه. سلام خانم، میخواستم با آقای خسرو دوانی صحبت کنم. نه برای نمایندگی، نه آقای کیمرش، نمایندگی مربوط به خود ایشونه. من منوچهر رهنما هستم، از دوستای آقای خسرو دوانی هستم. شما بفرمایید میشناسن؟ بله 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 میشناسن ایشون منو. تا 3 ساعت دیگه میان، 3-4 ساعت دیگه میان. خب پس اگه ممکنه شماره منم لطف کنی یادداشت بفرمایید. 0911 بله 984 23 بله 2354. خیلی متشکرم. خودش به من زنگ میزنه. حالا انشالله که زنگ بزنه. تا 3-4 ساعت دیگه گفت میاد زنگ بزنه. خب پس ما بریم که شما حاضر شید. یکم همه رفتنی هم. شما میخواستین داییتون بشم برای همین آقای اعتمادی بود؟ نه اعتمادی همجوری پیش اومد، برای چیز دیگه میخواستم. چی کاری؟ کلینیک برای ترخیصم. بله خوبی؟ بله چه شده؟ هیچی، دارم میرم بیرون. زنگ زد؟ هنوز نه. میزنه. میدونم. پس دیگه میرین؟ نمیدونم. اگه خواستین برین شمارتون رو بذارین پیش کاوه که گمتون نکنین. حتما. خوشحالم براتون. خداحافظ. خداحافظ. چیپ زدی؟ چپ دیگه بیام. مراقبت کن. باش. ببین منو. خیلی مراقبت کن. آه بابا. این مالت.
خب حالا کی میخوای بری؟ چون که وکیله میگفت فکر کنم تو یکی دو ماه دیگه کارام درست بشه. خواهی بری اونجا چی کار کنی؟ هر کاری بکنم بهتر از علافی اینجاست. تو که اینجا علاف نبودی داشتی چی کارتو میساختی؟ میگفتی اگه یه جزیره باشه و تنها باشم و من باشم و... آره میگفتم ولی الان برام مهمه مردم کارمو بشنون. اگه کارتو دوست نداشته باشن چی؟ خیلی رفتن اونجا بیکار موندن. من با اونا فرق میکنم. آدم های اونجا که نمیدونن تو با بقیه فرق میکنی. بکنن همه همون مثل همین. اصلا تو کودتو از کجا میدونی؟ من تو خودت اونجا بودی؟ نه ولی میدونم. چرت و پرتا رو میگم و فکر کنیم همه جا هم اینقدر خرابه. خب خرابه. یکم چاق شدی ها؟ آره شاید. راستی ببخش نشد بگم بیای خونه ما. خواهرم چند وقتی اومده همه زندگیمو ریخته بهم. ولی خب هم که زنگ زدی گفتم بیام ببینم. الانم دیرم و باید برم شب جای دعوتم. منم بیام. این تیپی که نمیتونی بیای. میرم هتل عوض میکنم. آخه تیپای تو نیستن. به خودت خوش نمیگذره. نه خوش نمیگذره. من دیگه باید برم. عجله داری حالا؟ آره دوستان منتظرم. خب آب این وقتی نخوردی؟ حداقل بیا ببر با خودت. یاد میکنی؟ از بیکاری. خب بریم یکم بگردیم. کجا برم؟ راستم میگین جای بری سینما. منتظر تلفن خسرو هستم. زنگ نزد نه؟ نه هنوز میزنه. میزنی؟ نه نکش ضرر داره. من بازنشسته دوخانیاتم برای ما مجانی بود. هیچ وقت لب نزدم. قربونت برم تو که ضررشو میدونستی بچه این همه سال کارمندش بودی. پس سیگار بیمالیات تو انتظار میچسبه. آدم ها آروم میکنم. دایی گمونم تو زندگی خیلی هم کاری نکردی نه؟ نه جدی میگفتی که میخوای بری مریخ زندگی کنی؟ تشور باورت نمیشه. ایران چند نفر دیگه هم هستن. یعنی تنوزم داوطلب قبول میکنن؟ شاید
آخر سر از این جمعیت 5-6 نفر بیشتر نمیبرم. بعد خیلی خوش شانس باشی. حالا برای چی میخوای بریم اونجا؟ برای اینکه دیگه کار نکنم. شوخی کردم. برای چی بمونم اینجا؟ بچی بمونم لااقل اونجا خیالم راحت، پاهم رو زمین نیست. شایدم بد نباشه، اما برای همیشه باید اونجا تنها بمونی. تازه اگه زنده بمونی تنها بمونی، زنده نمونی، خیلی هم فرقی با اینجا نمیکنه. هر جایی میتونی تنها بمونی، لاغر اونجا یه دلیلی داری؟ چطور برای چی آوردی؟ هوا ابریه، شاید بارون بباره. آره بارون اسیدی. سلام مرسا خانم. سلام. کاوه کجاست؟ آقا من چه حالش بد شده؟ کاوه رفته اتاقش. چه شده؟ نمیدونم. مثل که فشارش افتاده. زود اومدیم. چه لباسای قشنگی، چه هوای خوبی. منوچهر کجاست؟ منوچهر اون توه، یکم سرش کرده. آقا منوچهر حالت خوبه؟ خوبه؟ آقا منوچهر؟ سلام. سلام. حالت خوبه؟ یکم. یکم خوبه. این که خیلی رنگش پریده. چیزی بهش دادی؟ نه بابا، چی بهش دادم؟ بعد چرا چشاش انقدر قرمزه؟ چشاش؟ من که چیزی بهش ندادم. عجب خری هستی تو. چرا؟ خب نگاش کن ببین چرا. نگاش میکنم ولی نمیدونم چرا. این بیچاره تو عمرش قرص هم نخورده، تو چی دادی بهش؟ پاشو پاشو ببریمش درمونگاه. بابا درمونگاه بابا چی، دو ساعت دیگه خوبه. آمد چه خوبی؟ آره خوبم. بهترین خوبا. نمیدونم چیه تون کلی بکن. بابا این که حالش خوبه که چیزش نیستش که آخه. کاش که فردا میفرستادنت مریخ. من فردا خیلی شوخا نمیکنم. پشو برو حداقل یه شربت قند چیزی بیار. خیلی خوب، با تصمیر آقا. با تصمیر آقا برو برو.
میرم تو می مفت اونو دادیم به اینا، میرفتیم سه تا ساندویچ میخریدیم میخوردیم خوشحال. اصلا دایی چیزیش نیستش که دایی چیزی ته؟ فکر میکنم حالم بده. آبا ببین فکر میکنه، همین که فکر میکنه یعنی حالش خوبه. فکر میکنه که پاشو برو یک کوفتی بخر بخور دیگه. ایشو برای منم بخری؟ ببین اصلا گشنشه، گوش نشه یعنی که خیلی دیگه حالش خوبه. این دکتر چیزی نگینا؟ چرا نگیم؟ باید بدونه. آفرین، بگین به دکتر، بگین که بره به پلیس بگه، بعد پلیس بیاد چپاقمونو چاخ کنه. و این دایی هم که تال چپاق نکشیده دیگه هیچ. چرا یه بار کشیدم دکتر من؟ انجام شو. سلام. خب مشکل این آقا چی بود؟ سرگیجه داره، رنگش هم پریده دکتر. دعوا هم داری؟ بله. چی کار کردی؟ غذایی بیرون چیزی خوردی؟ مواد مخدر. مواد مخدر چیه؟ یکم علف کشیده دکتر. شما بهش داری؟ نه اون داده، خودم خواستم. خیلی اصرار داشتن. خیلی خوب، میگم خانم براشون یه سرم وز کنن، فقط یه فرم اطلاعات درباره مشکلشون که باید پر بشه. بله ما حالا یه دور بزنیم، دور مزاحمتون میشه. بریم؟ بریم. اینا رو برای فروش درست میکنی؟ آره قشنگن. میخوای یکی برات درست کنم؟ مردا که گردن بند میندازن. زنگ نزد؟ نه. یعنی تو دوست دیگه ای نداری؟ چرا؟ تو شهر اون یه دوست دارم، بسمه. 18 سال همکار بودیم. عروسی پسرش دعوتم کرد. یه کادو هم دادم.
مادرم که زنده بود فامیلا خیلی می اومدن خونمون. بطول خانم با پسرش می اومد محمود. محمود هم سن من بود. اما خسرو داستانش فرق میکرد. خیلی هوامو داشت. یه بار رفتیم اردوی رامسر. خیلی خوش گذشت. چرا نامه ها رو به خسرو نمیدادی؟ نمیدونم. به خسرو حسودیت میشد؟ نه. به دختره؟ تو هیچ وقت زن نگرفتی؟ نه. یعنی هیچ کس تو زندگیت نبوده؟ نمیشد. میگم برو تو اتاقت دیگه بگیر بخواب. شب بخیر. شب بخیر. من دیروز خدمت شما زنگ زده بودم. بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. شما بهشون گفتین که زنگ زدم؟ ممکنه شماره موبایلشو لطف کنین به من؟ آخه زنگ نزدن. میدونم گفتین. خیلی ممنونم. ممنون. چی گفت؟ دفتر نبود. میگفت پیغام رسونده. پس چرا زنگ نزده؟ نمیدونم. حالا بهتر شده؟ بهترم. اگه اصلا زنگ نزنه چی کار میکنی؟ امروز بریم کلینیک؟ تو همجا بشین تا من برگردم. راستی چیزی که گفتم به دکتر بگی یادت نره. بالاخره اومدی؟ سلام. سلام. گفتم دیگه نمیای. نگه میشد. تا الانم گفتم حتما زنگ زدن خونمون. نه بابا، کسی چیزی یادش نیست. واقعا؟ دکتر سهرابی؟ به من که چیزی نگفت. رفتی دو روزه برگردی. کجا بودی تا الان؟ درگیر دایین بودم. گفته بودم که اونا خودشم اومده. دایی چه بامزه است. گفته بودی خارجه. کجاست؟ هلند. اقامت اونجا هم داره؟ آره پیش مامانم. اینجا زندگی میکنه؟ نه بعد برگرده اونجا زندگی میکنه. خب بگو بمونه. دایم از زنا خوشش نمیاد. دکتر سهرابی هست؟ آره هست. بذار لباساتو بیارم آماده باش. میگم بیاد پیشت. ببین نمیخواد. میخوام مرخص شم. خانم من از کجا بفهمم مریض چشه؟ شما بار اولت نیستا؟ بگرد اون پرونده رو پیدا کن. شما مرخص شده بودین؟ نه دکتر، من 10 روز اینجا بستری بودم. یادتون نیست؟ بله. بعد چند روز پیش داییم اومدن از خارج. رفتم خونه. الان دیدم حالم بهتر شد و گفتم اگه اجازه بدین مرخص بشم. فعلا که پروندهتون نیست. منم نمیدونم مشکل شما چی بود. حمله عصبی داشتم. با مادر بزرگتون تشریف آورده بودین؟ بله، مادر بزرگم الان مریض بودن. داییم به جایشون اومدن برای ترخیص. شما دایشون هستین؟ بله من دایشونم. ولی مادر بزرگتون خیلی نگران شما بود. قرار بود که خودشون بیان برای ترخیصتون.
درسته دیدن حالشون خوب شده، خودشون یه ذره حال ندار بودن، من به جاشون اومدم. اگه یه هفته دیگه میموندید خیلی بهتر بود. حالم خیلی خوبه دکتر. گفتم داروهایی که دادین خیلی اثر کرده، اگه ممکنه همونا رو ادامه بدم دیگه. بسیار خوب. شما همون قرصا رو ادامه بدید. دوزش هم اضافه نکنید. شما میتونید برید الان برای ترخیص. فقط یه برگه بعد امضا کنید که با رضایت خودتون دارید میرید و کل هزینه 30 روز هم کامل باید بپردازید. هزینهش قبلا پرداخت کردیم. نسخه قبلی همراهتون هست؟ منو بگو فکر میکردم نگرانم. انگار هیچ که به فکر ما نیست. چرا؟ مادر بزرگت که منتظرته. آره فقط دو خسرو زنگ نزد؟ هنوز نه، اما حتما سر شلوغه، خبر بهش نرسیده، اما میزنه. خبر بهش برسه هر کاری دستشه میذاره زمین با من تماس میگیره. خوش به حالت. هیچ کس کاراشو به خاطر من زمین نمیذاره. به جز تو البته. آقای رهنما یه لحظه ممکنه تشریف بیاری؟ یه عرض کوچیک داشتم. بیان تو. همینجا خوبه. چیزی شده بود؟ مدیر هتل بود، میگفت شما نباید میومدین اتاق من. با همین نمیای تو؟ مرسی برای این چند روز. برای چی؟ برای همه چی. خواهش میکنم. من یه روب دیگه میام پایین. اونم از دیشب که هتل رو ول کردی به امان خدا و رفتی دنبال عشق و حالت. اینم از لباس پوشیدنت. ببین من حوصله درد سر ندارم. دیدم جا نداشتی، کس و کار نداشتی، دلم سوخت. گفتم بیارم اینجا هم کار کنی هم زندگی. ولی الان پشیمونم. تا آخر ما یکی رو میارم جات. با جمع کنی بری. حساب من چقدر شده شازده کوچولو؟ کوچولو؟ مگه داری میری؟ آره دیگه باید برم پیش عزیز. همین سفترم که نبودم نمیدونم چجوری گذرونده تنهایی. پکری؟ نه نیستم.
چمدون با خودتون آوردین؟ میرم پیش خسرو. مگه زنگ زد؟ مبارک. پس بالاخره رفیق 30 ساله رو پیدا کردین. ایول. چه لحظه تاریخی. من تو بعدم میفهمم ما وقتی 30 سال با هم زنگ نزنیم. من 10 سال بیشتر نمیتونم منتظرت بایستم. خب بابا. حسابم چقدر شد آقا کابه؟ حساب آقا منوشه رو از این کم کن. من بهش بده کارم. قابلی نداره. بردار کابه. قول داده فردا حسابش رو پر کنم. ولی اگه نکرد بهم زنگ بزن باشه؟ باشه. ممنونم. خواهش میکنم. آقای دکتر، یعنی الان شبا دیگه خوب میتونه بخوابه؟ شبا بله، خوابشون که خوبه، فقط قرصاشون مرتب باید بخوره. نکنه دوباره به قرصا عادت کنه. این طفلک از کار و زندگی زده اومده پیش من، مونده که مواظب به من باشه. این چند وقتم که نبود به سفور خانم سپرده بود بیاد اینجا خریدامو بکنه، کارامو بکنه، مواظبم باشه. الان که میبینم حالش خوبه ها، انگار دنیا رو بهم دادن. حالشو که الان الحمدلله خوبه. پزشکای کلینیک هم همشون نظرشون همینه. حالا شما خدا رو شکر کنید بازم مهسا خانم داریم. خیلی هستن تو زندگیشون هیچ که ندارم قصهشون رو بخورم. ببخشید یکم خرید کردم با هم یه نسرونه بخوریم. دستت درد نکنه مادر جون، خسته نباشی. این همون باغچه ای که گفتم. کدوم باغچه؟ بابا ما همینجا چالش کردم. مگه میشه؟ میخواستم ولی نذاشتن. مهم نیست، خودش که زنده نیست بدون کجاست. من اینجا میام پیشش. ممنون که اومدی، خیالش راحت شد. من از شما ممنونم به خاطر همه کمکایی که به من کردین. مثلا منو از مردن نجات دادین. تو هم کلی نقش بر من بازی کردی. برو دیگه. خداحافظ. ببخشید. سلام علیکم. آقای خسرو دوانی تشریف دارن؟ آره استخدام اومدین؟ جوون میخوانا؟ نه میخواستم ببینم ایشون. هنوز زنگ میدم. قرار داریم باهاشون؟ نه. پس باید زنگ بزنم منشیش وقت بگیره. من از شهرستان اومدم. از همونجا زنگ میزنیم بعد را میفته. الان ها میاد.
ببین قبولت میکنه. آقا آقای دوانی بودا، یا اگه میخوای برو بالا هم منشیش وقت بگیر، فقط بگو هاش عدستان اومد. میرم برمیگردم.